اینا هیچ وقت پخش نخواهد شد، ولی چون شما خواستین همه چی بماند. خرداد 95 آقای کری به من گفت از روزی که ما هواپیمایی هما رو، هواپیمای جمهوری اسلامی رو از لیست تحریم‌ها خارج کردیم تا امروز پروازهای هما به سوریه 6 برابر شد. من گفتم این میشه؟ اصلا پرواز به سوریه رو ماهان انجام میده، ایرانه رو انجام نمیده. رفتم به آخوندی گفتم، وزیر راه بود اون زمان، گفت نه هم چیزی نیست. آخوندی رفت به پرورش کن، پرورش اون وقت رئیس هواپیمایی بود. پرورش گفت درسته، حاج قاسم فشار رو برده، ما پروازامونو به سوریه زیاد. ببخشید مدیر عامل همام مگه اجازه داره که؟ من که عرض کردم وقتی که میدان تصمیم گیر باشه این میشه. حالا به هر چی آقای پرورش گفته بود به من فشار رو بردم و من اجازه دادم که این پروازا اضافه بشه. خب من هفته یه بار حاج قاسمو میدیدم، اون وقت فکر کنم یه شنبه بود، آخریا سه شنبه شده. ما هم خیلی با هم رفیق بودیم، بهش گفتم با قاسم جان چرا این کارو میکنی؟ خب به ماهان برو. گفت هما امن‌تره. یعنی در این حد دیپلماسی فدای میدان. و هیچگاه چیزی هم نگرفت. چی گرفت؟ یعنی متقابلن بگین شما. شما به نظرتون میارزید این وضعیت؟ نه. خب حالا به جای هما با ماهان میرفتیم چی میشد؟ یعنی من میرفتم برای موفقیت کار میدانی مذاکره میکردم. اما اینکه مثلا من بگم به ایشون که شما مثلا فرض کنید از هواپیمای ایران ایر در خط تهران سوریه استفاده نکن، ایشون زیر بار نمیره. لذا دیپلماسی هزینه میدان شد، ولی هیچ وقت میدان هزینه دیپلماسی. اگر اجازه بدید این بحث رو دنباله شاید پی میگیریم. ما آقای دکتر زریف هیچ وقت هم منتشر نمیکنین این تیکه رو دیگه، به تصمیم جناب عالی و آقای دکتر آشتان و مسئولین محترم برمیگرد.